خب بینندگان عزیز، اکنون هم میریم پشاور پاکستان و از همکار ما موسکا صافی میشنویم که واکنش و انتظارات مبصرین پاکستانی از نشست دوحه چی بوده است. موسکا جان سلام و وقتت بخیر. در صحبتی که خودت با مبصرین پاکستانی داشتی، واکنش اونا در خصوص موقف گیری طالبان و کشورهای اشتراک کننده چی بود؟ سپاس از شما. خوب مبصرین پاکستانی میگویند که نشست سوم دوحه به نتیجه بدمام رسید، زیرا تمام جهان منتظر شنیدن از طالبان در رابطه با موضوعات همچون موضوع بشری، موضوع زنان و همچنان موضوع حکومت مشمول بودن، ولی طالبان آن را موضوع داخلی خواندند. مبصرین میگویند که پاکستان هم برای وضعیت داخلی و وضعیت امنیتی خود نماینده ویژه خود را به این نشست فرستاده، ولی مانند گذشته ها از طالبان همان پاسخی که میگویند موضوع امنیتی پاکستان موضوع داخلی باشد و نباید پاکستان یعنی برف بام خود را بر بام کشور دیگر بیندازد. که با این حال مبصرین به این نظر است که هیچگاه پاکستان حاضر به تعامل با طالبان نمی باشد. این در حالی است که دو هفته پیش پاکستان اعلام عملیات نظامی تحت عنوان عزم استحکام کرده بود و وزیر دفاع پاکستان گفته که برای امنیت کشورش اگر لازم باشد با آن سوی مرز هم عملیات نظامی خود را گسترش می دهد. ولی مولانا فضل الرحمن که رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان می باشد می گوید که چنین اظهارات از سوی مقامات پاکستانی برای پنهان کردن شکست اسلام آباد می باشد. تشکر موسکا جان، وقتت بخیر.